آیا محیط و جامعه در ایمان و عملکرد انسان نقش دارد؟ با توجه به آیات پایانی سوره زمر، آیا جوامع مختلف در بهشت و جهنم رفتن انسان‌ها نقش دارند؟ بیگمان انسان موجود تأثیر پذیر از محیط اطراف خود است، اما از خانواده، دوستان، نزدیکان و غیر است و جامعه خوب و بد بر انسان تأثیر گذارند. از همین رو که وقت روز قیامت فرشتگان به گناهکاران میگویند شما در چه حال بودید و چرا با اینکه مسلمان بودید در صف کفار جای داشتید؟ میگویند ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. با آنها گفته می شود مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا خوش آمدین. پس برای آگاه شدن موارد این موضوع نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین و همچنان برای حمایت از ما ویدیو ما را لایک کنین. بدیهی است که جامعه و فرد هر دو در یکدیگر تأثیر دارند. هر فرد میتونه جامعه را بسازه و متحول نماید و هم جامعه در سیستم فکری افراد تأثیر گذار است. خانواده، روابط اجتماعی، دوستان از عوامل تأثیر گذار در تربیت، رفتار و عملکرد انسان است. امام علی علیه السلام فرمود از آن جهت رفیق را رفیق نامیدند که تو را بر صلاح و رستگاری و دینداری کمک می کند. لذا کسی که تو را در اصلاح شدن و دینداری کمک نماید رفیق واقعی تو است. در همین راستا است نقش رهبران جامعه در تاثیرگذاری بر عموم مردم. سخن معروف اگرچه گفتند حدیث منقول از معصوم نیست، اما بیانگر یک واقعیت اجتماعی است و آن این که معمولاً اقشار پایین دست جامعه غیر دانشمندان با بصیرت به دلیل جهل و ناشنایی با دین و مسائل دینی تاثیرپذیری بیشتر نسبت به عالمان و نخبگان دارند و آن هم میتونه به جهت ابزارهای باشه که در اختیار حاکمان و پادشاهان قرار دارد. حاکمان با ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌های عمومی که در اختیار دارند، آنچه را که خود می‌پسندند و به نفع حکومت و قدرت آنها است، به عنوان باور صحیح به مردم تحویل می‌دهند و مردم هم عموماً نگاهشان به آنها است و رفتار و کردار خیش را بر اساس همان باورهای تحمیل شده تنظیم می‌نمایند. قرآن کریم نیز به این مسئله اشاره دارد، آنجا که می‌فرماید و در قیامت همه آنها در برابر خدا ظاهر می‌شوند. در این هنگام ضعفاً به مستکبران یعنی رهبران گمراه می‌گویند ما پیروان شما بودیم، آیا اکنون که به دلیل پیروی از شما گرفتار مجازات الهی شده ایم شما حاضرید سهم از عذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید؟ همین تاثیرگذاری جامعه است که اسلام به کسایی که در محیط کفر و شرک زندگی میکنه ولی در آنها آمادگی ایمان به خدا وجود داره، در صورتی که نتانن به وظایف دینی خود عمل کنن، دستور میده که باید آن محیط را ترک کنن، چرا که جامعه کفر و شرکالود در اعتقاد و ایمان انسان تاثیر داره. اما در مورد حدود این تاثیرگذاری باید گفت تاثیر جامعه و محیط بر انسان به گونه ای نیست که با اراده و گرایش‌های فطری و غریزی برابری کند، تا چه رسد به ای که از انسان سلب اختیار کند. از همین رو است که قرآن کریم می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید به خود پردازید، اگر شما هدایت یافته اید آنان که گمراه ماندند به شما زیان نرسانند. بنابراین چنین نیست که عامل مؤثر در رفتار ارادی انسان گاه میل غریزی و فطری باشد،
و گاه محیط اجتماعی به گونه‌ای که بر فرض هیچ میل غریزی و فطری وجود نداشت. خود جامعه به تنهایی آدمی را تحریک میکرد و به کار وامی داشت. لذا تأثیر جامعه و محیط در درجه دوم از اهمیت است. گفتنی است که جامعه خود بدون افراد حقیقت ندارد تا بتانه در انسان تأثیر بگذارد. آنچه سنت اجتماعی نام گرفته چیز است که نخست از یک، دو و یا چند فرد انسان نشاد پذیرفت. آنگاه مقبولیت عمومی یافت و به صورت سنت و میراث اجتماعی درآمد و از نسل به نسل دیگر منتقل شده است. امور و موضوعات مانند عرفان، فلسفه، علوم تجربی و غیره همگی از آرا و معتقدات، اعمال و رفتار افراد آدمی سرچشمه گرفتند و سپس وسعت و عمق یافتند و در اذهان و نفوس دیگران رخنه و رسوخ کردند. لذا آنچه در این زمینه میتوان گفت ای است که حدود تأثیر محیط و اجتماع یا وراثت و غیره در اراده انسان و رفتار اختیاری وی هرگز با تأثیرات عوامل روحی و فطری برابری نخواهد کرد. یعنی هیچ یک از عوامل بیرونی نه به تنهایی و نه همه با هم تعیین کننده اراده انسان نمیتونند باشند. به عبارت دیگر اراده آدمی نه معلول هیچ یک از این عوامل است و نه معلول براینده از مجموعه آنها، بلکه این عوامل تنها زمینه را برای اعمال اراده و اختیار انسان فراهم می سازد تا وی با توجه به گرایش ها و ادراکات و شناخت فطری و روحی خود رفتار آزادانه و خودخواسته انجام دهد. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنین و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنین. خدا نگهدار.